قسمت پنجم فرم در رابطه با این میپرسه از شما که آیا قبلا اسم دیگه ای رو شما استفاده میکردید، مثلا شهرتی داشتید، شهرت یعنی مثلا به چیز معروف بودید، نیکنیمی داشتید، یا یعنی که مثلا قبل از ازدواج این برای خانم‌ها بعضی موقع اتفاق میفته که قبل از ازدواج اسم دیگه ای داشتن، اسم خودشون بوده، بعد از ازدواج به اصطلاح تغییر دادن. اگر اینجا هست بستی بنویسید و اینجا دلیلش هم بنویسید که مثلا آیا این اسم اسمی بوده که موقع بعد به تولد بوده، یا اسمی بوده که بعدن مثلا قبل از ازدواج داشتیدش، و حالا یا شهرت بوده، اینا رو بایستی بنویسید. اگرم که نه هیچ اسمی نداشتید و همینی بوده که هست، اینجا رو خالی بذارید، نمیخواد NA بذارید یا نان بذارید، هیچ چیزی نمیخواد اینجا بنویسید، ازش رد بشید. فقط نکتهش اینه که من یه بار دیگه هم گفتم تو اون قسمت قبل، اگر تغییر نامی داشتید و مثلا برگه هویتی تغییر نامی به اصطلاح روش انجام شده، حتما اون اپندیکسی که صفحه قبل بود رو در تو با تغییر نام هست و بایستی پر بکنید و جزو مدارکتون باشه، وگرنه دچار مشکل میشه پروسه در حقیقت سیتیزنشیپتون. قسمت بعدی که قسمت ششم هست در رابطه با وضعیت تأهل شما میپرسه، مریتال استاتس، که انواع اقسام متفاوتی داره. این annulled marriage رو بعضی موقع میپرسن از ما که فرقش مثلا با دیورس چیه. ببینید annulment کلن فرقش با دیورس یا طلاق این ازش که این در حقیقت ابطال نامه ازدواجه. یعنی تو مورد اول که در برای annulment داریم صحبت میکنیم، ببینید مثلا مثالاش براتون بگم. فراد مثلا یکی دلیلاش فراد میتونه باشه، مثلا طرف اومده با چیزای هویتی طرف دیگر رو گول زده، اسمش اصلا اون نیستش و در حقیقت اومده ازدواج کرده به اون طرف دیگه و در حقیقت یه شخص دیگه است در حقیقت. یا تو بعضی از دین ها هست یا قوانین عرفی هستش که بایگمی، مثلا دو تا زن دو تا همسر نمیتونن طرف به صلاح داشته باشه و ایشون به صورت غیر قانونی این کارو کرده. بعضی موقع هستش که مثلا دو نفر مش میگن اینسست، یعنی مثلا علاوه خونی مثلا برادر خواهرند و اینا ازدواج کردن، شاید نمیدونستن یا حالا به هر دلیلی این ازدواجشون ازدواج غیر قانونی هست، ولی اینکه اینا به صلاح چیز باشن ازدواجم کرده باشن، کلا از این الغا میشه، یعنی کلا ابطال میشه این ازدواج. فرقش با دیورس اینه که تو دیورس پایان میپذیره، در صورتی که تو این الغا میشه و ابطال میشه و مثلا از طرف از اون شناسنامه اون در میاد. دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه اینکه مثلا عدم رضایت دو طرف به مثلا این ازدواج بوده باشه، یا طرف مشکل منتال داشته باشه، یعنی علاوه روانی مشکل مثلا روانی داشته باشه، یا یعنی که زیر سن قانونی اصلا باشه و ازدواج کرده باشه. حالا بر اساس قوانینی که اینا حتما به صلاح بحث دادگاه توش وجود داره دیگه، بر اساس اونها اینو بهش میگن annulled marriage، یعنی انگار که اصلا ازدواجی رخ نداده. قسمت common law در تو با این هستش که دو نفر که حالا توی خونه زندگی میکنن با هم هستن دیگه، ولی علاوه قانونی ازدواج نکردن، حالا دوست پسرن دوست دخترن یا با هم دارن زندگی میکنن، این میشه common law. دیورس هم که خب مشخصه، کسی که توی رابطه مثلا خانوادگی بوده و بعد حکم طلاق داره، یعنی طلاق نامه داره در حقیقت، که اینو حق شما دیورس میزنه، این هر کدوم از اینها رو شما میزنید حواستون باشه که باید براش مدارک هم ارسال کنید. اگر مثلا اداره مهاجرت خواست باید ثابت بتونید بکنید که تو کدوم یکی از این مرحله ها هستید و به چه شکل. برای مرد خب اینجا به صلاح عقدنامه نیاز داره که دو نفر که با هم ازدواج کردن. سپریت وقتی هستش، فرقش با دیورس اینه که فعلا از هم جدا زندگی، جدا شدن ولی هنوز به صورت رسمی طلاق نگرفتن، ولی ممکنه تو دو خونه جدا زندگی کنن، یا حتی ممکنه تو یه خونه باشن ولی دیگه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن تا وقت به صلاح طلاقشون برسه. سنگل هم که خب مشخصه، کسی هست که تا به حال ازدواج نکرده. و ویدو هم بیوه است، کسی که همسرش فوت شده
اینها رو و مثلا گواهی فوت همسرش رو داره. خب باز تاکید میکنم که هر کدوم از اینها رو شما اگه بزنید و نیاز باشه اداره مهاجرت به اصطلاح ازتون مدرک میخواد، خصوصا برای بحث دیورس شما بایستی طلاقنامه رو به اصطلاح داشته باشید و براشون بفرستید، یا اگر بحث مریت هستشون حقنامه‌تون رو بایستی کپیای رنگیش به همراه ترجمهش رو براشون بفرستید، که قاعدتا ما یه فرم دیگه به اصطلاح تهیه کردیم که اون در حقیقت لیست یا چک لیستی هستش که به صورت خیلی دیتیل اینا رو به صورت فارسی توضیح داده، که اونو میتونید از وبسایت ما بگیریدش.